سفر غم چاره بود این پری خوشگله، ولی با این خوبیاش این پری خوشگله، همیشه آواره بود این پری خوشگله. از جدایی دار لحظه ی فکر و خیال اونو راحت نمیذار، دوست نداشت که هیچ دلی از دلی جدا بشه، دل پاک عاشقی هم دم غما بشه. یار هر بیچاره بود این پری خوشگله، واسه هر غم چاره بود این پری خوشگله، ولی با این خوبیاش این پری خوشگله، همیشه آواره بود این پری خوشگله. سلام علیکم فری خوشگله. سلام علیکم چاکری، خوب شد دیدمت، وسط نامه آوردم. قربون هستت. بیا خیر باشه. از آبجیمه؟ آره ممنونتی. حق ما هم برسته. حتما. سلام مادر. سلام پری جون، خسته نباشی. ببینم ننه، مثل اینکه بیرون هوا خیلی بده. آره آره خاله، دست و پای آدم از سرما میفته. راستی مادر جون، از مریم نامه اومده. بخون ببینم چی. سلام مادر جان، امیدوارم که حال شما خوب باشد و ناخوشی شما برطرف شده باشد. اگر از احوال من خواسته باشید. چرا آبجی بعد جوری گیر افتاده؟ من چی کار میتونم براش بکنم؟ بهش کمک کن پری جون، تو خواهر بزرگتر اونی، اون کس دیگه ای رو نداره. باید برم از اصفهان بیارم. نه مادر، میترسم تو هم بری و بر نگردی. تازه چجوری میخوای از اینجا بری؟ تو که وسیله ای نداری. امشب کامیون عباس که میاد بارا رو ببره، منم صبح زود باهاش میرم. اما تو دختر دل شیر داری یا چطور جرات میکنی تک و تنها بری اسمو؟ ولی عباس آقا، بیچاره آبجی مریمم تو بد خنسی افتاده، دارم میرم شاید یه جوری برش گردونم. ده خب تو خواهیتم یه زنی نه؟ ای خوایتم شکل آبجید گیر افتادی چی؟ میدونی پری؟ اسوانی ها یه زن دست اول تو پل مو پل مثل تو نمیگذرن. خب من که مثل اون پپه نیستم، از پس همه شو بر میاد. آره ای خون عادت با ما آشنا نبود، بازم تک و تنها با ما پا میشدی بیای مسافرم. خب معلومه که نه، آخه تو از خودمونی، بهت اطمینان دارم. میدونم. راستی عباس آقا، یه دست لباس اضافی تو ماشینته، اون واسه چی ها؟ این رخت و لباس پلو خوری و عرق خوری تو جاهلی؟ چطور مایه؟ آخه این کلو مخملی مخصوص جاهل هست. والا این دور زمونه دیگه جاهل به اون معنا نمونده، تهشو داره بردن، کلو حیبت داره، ما هم میذاریم سرمون. بینم عباس آقا، گفتی من چون یه زنم ممکنه تو اسمان باعث زحمت هم بشن ها؟ باز خیلی بی سلیقه باشن که کاری به کارت نشته باشن. رانندگیم کار خسته کننده ایش. اگه خسته شدی بده من واسهت برونم. تو برونی؟ من تو رانندگی بلده. بله تصدیق یک دارم، چی خیال کردی؟ مرگ من.
پس بی برون ببینم. من که تالا ندیدم یه زن پشت کامیون بیشینه. بیا جلو فرمونه بگی تو دسته. آخه آخه چه جوری بیام؟ نمیشه که. آخه این دنده نمیذاره. این دنده به فرمون زدمش جلو. بگی تو دسته. عزیزم نکنی. خیلی وقت خاطرتو میخوام. عباسف کفم بشه این تن بمیره. یکی این روزا میخوام بیام پیش ننت خواستگاری. من میمیرم مصطفی جان. عجب بلایی هستی ها، واسه رسیدن به مقصودت چه کلک ها میزنی؟ من که گفتم مردا هزار جور کلک تو آستینشون دارن، اما من غیر از اونام. من صاحب خواستم باست الان یه ماش به من بدی که به هم ثابت باشه. ای نکن دیگه، به موت قسم نیت بدی ندارم، میخوام بهت خدمت کنم دختر. تو محرم بودی که با تنها اومدم عباس آقا، پس سوء استفاده نکن دیگه. این حرفا دیگه زیادیه پری جون. خوب موقع گیرتو بردم، یا ما رو راضی کن یا اجازه بده یه جوری خودم رو راضی کنم. آخه الان نمیشه عباس آقا، نمیدونم چه جوری بهت بگم. چه جوری بگی نداره، همین پشت کامیون جای معرکه. نه قربونت برم، چرا حالیت نیست؟ بیا در گوشت بگم، فهمیدی؟ دختر بچه را زودتر نگفتی، برو پشت همین تپه وفا کارتو بکنو بیا. موضوع ما رو مورم باشا. قربون تو، چه پسر ماهی هستی، همین الان برمیگردم. برو تمام، یا خودو بریم تو فور. لابد بعد جوری گرفته بودش، بریم سیاحت کنیم. پپر، پپره پره، پره، تمام نشد، بعد جس نکنه خیال داری من بیام کمکت. کجایی دختر؟ ای دل غافل پره، آخه لایی که ور بپره، انقصه منو تو حالا بلا نند و دخمم نلا پیدات میکنم شهتون. منتظر من یاره کامیون، باشتم باشتم اینم، باشتم کامیون رو بازن، باشتم لیلا 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 هرچی خواستن لوتیا حاضر اینجا، پیشکش اهل دل سور و سات ما، پنسیر عرق صد گرم کالباس، رد کن بره رو میده احباس، هیچی نداره لذت اون و پنیر رو، باش بی خیالش مستقی رد کن چهتی رو، هیچی نداره لذت اون و پنیر رو، باش بی خیالش مستقی رد کن چهتی رو. گذره بی خیال دنیا، بی خیال امروز، بی خیال فردا، هیچی نداره لذت نون و پنیر رو، باش بی خیال شست تغییرت کن چدیر رو. چی خواستن لوتیا حاضر اینجا، پیشکش اهل دل سور و سات ما، پنسیر عرق صد گرم کالباس، رد کن بره رو میده عباس، هیچی نداره لذت نون و پنیر رو، باش بی خیال شوست تقیل رد کن چدیر رو، هیچی نداره لذت نون و پنیر رو، باش بی خیال شوست تقیل رد کن چدیر رو.
سلام مریم جون. سلام. بشین. نه. سلام. سلام و زهر مرد. سلام سلام حسین جان. بفر بخور من تو برم. بفر من یه چای بخور. بفر من جان. دیگه نمیدونم دوباره برای این پسره بکردی. حالا هم زود برو تو اتاقه. بله بهترم از بری. خوش آمدی جانم. با سلامت. برو جانم. برو. خدای خود بزش. جلو پاتو نگاه کن من کوری. یمان یا خدا. حسین جان به سلامت. بفرمایید تو چی کارم با کی کار ندارم. ولش کن مزی بیا. چی کارش داری تو؟ من مردی که بگو. من چه دلش خواست تو کارش نمیکنه. من نوکر دیگه. برو آقا جان. کار به دنیا آمدی کارم از دنیا میری. برو دی. برو من با تو میگم ما صرف من با دی نمیبینی تو برو قربان تو برم. برو جانم برو. برو اینا لشکره میزنن تو رو شلپ کنن. برو برو زورت رو برداره بیا. شیشف نفرم با سلامت خوش آمدی. با مرگ تو از دست این اسخره ناراحتم. این دفعه میزنم اینو تلافیش در میارم سرش داغنش میکنم. آشال الان پادرش در میارم. ببینم آقای اسخره آقا خان خجالت بکش قباحت داره. تو آمدی توی یه کافه در اینجا نصرمتی لاتخانه نیست توشون بلوک کنی. نصیحت تو به تو بسن. حواست جمع کن من خطرناکم. بی خودی اسم عمه منو نیاری. ببینم ای تو هم هم داری. حالی که دارم احمد به قربونم. باشی بچه ها باشی. بده من پولو. پول چیزی رو بده. دست مزده امشب دختره رو نیکنم. یادم دخل از دقب عربا بده جلو. نگه چه رو بخوری؟ هیکلای بی بخار فقط این تیری سیمنتی رفته بالا. نگه بده بیاد زن. چی چی رو؟ پولم شب مریم رو. من که پول ندارم از آقا رحمت بسون. بده من پولو. بابا هی میگه بدی من پول بودی. من یکی دیگه زحمت کشیده یکی دیگه پدرش در آمده خانه خرم مثل که بیل زدین گردم کلوف میخواد پولیشو بخورد. خجالتم نمیکشد. بفرما. خب این پولا چرا اونجا ندادی؟ هیچی ارزم به حضور جناب عالی خواستم برای درآمدش یه زحمتی به خودتان داده باش آقای گردن کلوف. زیادی ور میزنی. تو این شهر کافه زیاده. همشون هم خواننده میخوان. دست مریم رو میگیرم و میبرم. پسی پولو که اسدیم دیگه چی میخواد؟ خیالتم نمیکشم. بیا برو. خب زنان جم بگو ببینم که درآمد امشب ما چقدر. چیزی که نبود. چطور چیزی نبود؟ دستی خرکوتا. آهو گدابازی در نیاردی قربان تو برم. جان من چقدر حساب کن. تو حساب کن. دستتو بکش. با مرگ تو خیلی امشب ناراحتم. همچه حواسم دارم ولی خوابم هم میاد. میخوام یه چرتی بزنم با اجازه. ببخشینا قربان تو برم. لوس بازی بس. بابا رحمت میزنم میتا. رحمتی بخی زنگ میزنم. برو ببین کیست. زنگ نمیزنن که زنگ گوشه تو زنگ میزنه. زنگ میزنه. بگی بخواب. بگی بخواب. رحمتی وخی درو از پاشنه درو کنم. ای با درک در آوردن یه در دیگه میخرم بابا خجالت بکش. دریا خیلی پول دارت میخواد یه در دیگه آن بخره. با تو چه مربوط اصلا؟ به جان بابا. پولشو من میدم تو رسنه نه. بابا بجا برو میزن نمیزن شلوارم منو بکشم بالا خانه خراب دیالا یه سر با سر من نظر با تو بگیم من آدم خطرناکی هستم. هیچ حالتی هم نمیتونی بکنی. برو کشک تو بسا. کشک تو بسا. کشک میزی که من کشک سابم. چه خبره برای آمدیم که خانه خراب زیر 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 ولی میکنه خانه خراب دیگه. آمدیم دیگه برای چه خبره آخه حیا کن بابا جان. میسی که سر آورده بدبخت فکر نمی کنه تمام مسافرهای من زهر زبرا کرده اصلا. حیا کن خجالت بکش. هی داره میزنه ول نمی کنه خانه خراب. بزن. سلام علیکم. چی میخوای؟ کافه من تعطیل مسافرخانه منم پره. برو بکره تو خودی آمدی. ما اومدیم آبجیمون رو ببینی. آبیجی؟ آره. کدام آبیجی؟ مریم اینجا خوننده. برو پسر جم برو پای کار تو برو مسافرخانه. من جای این حرفا نیست. و تو بگویم من آدم خطرناکیم. ما آبجیشیم. تو آخه مردی که آبیجی مریمی؟ یعنی بنده اینقدر علوف شندیم ها؟ برو بگردیم یله یله بگردیم یله. داره واکم اینا همه. چرا هول میدی خواب؟ ما اینیم. بودم بودم جیگر داری رو تو زیاد کن. خیلی خوب جیگر سرمای زده خوش شده اله. منگو باز کردیم. از کجا باز بریم؟ مسافرخانه بالا است بفرما. نوبت منم میرسه. مفنگی یه زیر اونجوری من نزنه. دریوریم نگو فهمیدی نه.
بخش به پشست پا تو چشت نره. من چشم ندارم جان، بفر برو جان، برو والا، برو قربان. نه کس باش دادن تور ما رو نگاه میکنه دگر نده. خب هیکل قشنگ دارم تو ماشم میکنم دی جان. بفرما 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 چش دگر نده چلو. بابا تکلیف منو معلوم کن، یا جلو برم یا عقب یه قربان. بفرما دگر نده نفله زود باش. با تو بگو یه مک دروغ گفته باشی پاسبان صدا میکنم. من خطر نکم. خیلی خوب داره که به زنداشم. او بی خودی من داداش صدا نکن. من داداش تو نیستم. من خطرناکم. باش آقای خطرناک، زود باش صداش کن. یا الله بی خودی دوشکول نزه من با در دیوار میزنی. خیلی خود باش دیگه. والا یه آقای آمده زیر بالا پرش باد گرفته. میگه من خواهر شما هستم. من که سر در نیاوردم. سر کن الان درو باز میکنم. بفرما. سلام. ها همین توفه هست. شما کی هستین؟ سلام علیکم آبجی جون، چطور مطوری؟ وای خدا مرگم بده، این دیگه کیه؟ نه ترس جونم، منم، قربونی شکل مارد برم. آه این قدر قربون صدقه نروزین که لخت هم آدم هم خفه نرسک میزنم گردم برای. اوخ چرا میزنیم؟ مگه صدیم جونم بوریم؟ ما که آموز نزدیم. سلام مریم جون. وای چه خوشگیم قربونت برم الهی. چیزی تو قیافه یه خودتو در بردی ها؟ مجبور شدم آبجی، از ترس اینکه نکنه منم مثل تو گرفتار این گرگای درنده و این لاشخورای عوضی بشم این لباس مردونه رو پوشیدم. مادر چطوره؟ خوبه الحمدلله، فقط هنوز ضعیفه، نمیتونه درست حسابی حرکت کنه. بالاخره من سر در نیاوردم که تو مردانه یا زنانه. زنانه والا دور سال زمانه عوض شده ده، نمیفهم کی مرده کی زن. ناکه نه ترس، نراحت نباش. این خواهرم پریه، من که خیلی راجع به اون با تو صحبت کرده بودم. پری خوشگله؟ آره ایلهی که من قربان اون خوشگلی تو برم ایلهی فدا. نراحت نباش، من دیگه برای تو خطرناک نیست. نمیتونی باشی. رحمت علی خان، شما دیگه بریم بخوابین، خیالتون راحت باشه. اگه میخوای من همینجا باغ خب دارم مهربانی میکنم قربون معرفتت. شما هر جوری هست امشب اینجا بخوابین، صبح یه تخت اضافه میکنم. ماشاءالله چه بانمکی. قربان تو شدی همه بانمکن. مریم جون تو حالت چطوره؟ قربون تو برم. خب قربان تو باشم من الهی. پری خوشگله، خوب کاری کردی آمدی، نصف شوی حال ما رو جاب تی قربا بشه بود شب بخیر موازی با خرجم باشه. آدم خوبیه، هارتوپورت زیاد میکنه اما بی آزاره. خب بگو ببینم موضوع چک چیه. چی بگم خواهر، تو بد چله افتادم، گول این مرتی که یه حق باز رو خوردم. یه وقت فهمیدم که کار از کار گذشته و 50,000 تومان از من چک بی تاریخ گرفته. پدرشو در میارم، اگه شهر شهر هرته. مینم شبا اینجا آواز میخونی چیزی هم بهت میده؟ نه، شب به شب پولا رو از رحمت علی خان میگیره، یه شیعی هم به من نمیده. بی معرفت ناکس. قصه نخور، خدا بزرگ درست میشه. آخیش خواهر مریم بود. اسمش چی چی بود؟ آخی 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 پری خوشگله بود، کارش خیلی مشکل بود. به جان عزیز تو واقعا اسم با مسمایی دارد، تو بیمیری خوب چیزی هم که تو پول مپول و سرحال. خیلی خوب، بگی بخواب بابا حال نداری. با مرگ تو نباشه به جان عزیز، دیدنش همچی من سرحال آورده. من که خوشم آمد به جان تو. وای در چی چیست؟ تو آبرو هرچی مردس برده. او با من اینجوری حرف نزن، من آدم خطرناکی هستم. دیگه بخواب بابا تو هیچی هم نیستی، خیال میکنی. هیچم نیستم ها؟ باشد، همچه اگه تو رو دیغمر نکردم سب کن. آره جون تو دختر خوب چیزی بود، واسه دیدن بناهای تاریخی اصفهان اومده بود. خلاصه تا اومد به خودش به جنبه سر از آپارتمان من در آورد. خب اینجا یکی از جاهای دیدنی اصفهانه. آره بعدش هم خودشو واقعا کشت تا شاید من نمره تلفنمو بهش بدم، اما ندادم. همون یه دفعه بس بود. خودت میدونی من هیچ وقت با یه زن موندگار نیستم. خب واسه اینکه کسی رو دوست نداری، چون وقتی آدم یه زنی رو دوست داره اصلا دیگه هیچ زنی به نظرش نمیاد. از نقطه نظر من مریم قشنگترین و جالبترین زن دنیاست. برو بابا، عشق چشتو کور کرده، اصلا دیگه قوه تشخیص خوب و بد نداری. میدونی مرام من از هر چمن گلی بچین و بروه. دور بی مسئولیت آدم زندگی کنه بهتره، اما یه اتفاق ساده منو با مریم آشنا کرد.
به جون تو یک دفعه به کلی زیر رو شدم. حالا دیگه باید هر شب اونو ببینم، در حالی که خودت میدونی هیچ با وضع زندگی خانوادگی من جور در نمیاد. چی؟ حتما یکی از دختر هست. خدا کنه دختره رو. سلام. سلام عرض کردم جناب آقای پرویز خان. حال جناب عالی چطور؟ حرف تو بزن. سلام لور بی تمنیز. چی میخوای؟ اجازه بده چاق سلامتی بکنیم، حال احوالی ببورشیم باید یه قربان. نمیخواد، حرف آخرت بزن. با چشم میزنم. راجب کرای خانه عقب افتاده کافه از قربان. باز گرفتار عموتون شدی ها؟ ببینم بازم برات اجرایی صادر کرده؟ به مرگ تو اون دیواری از دیوار من بدبخت کوتاه‌تر پیدا نکرده. هر وقت شما عصبانی میشه و ده فوری اجرایی برای من بدبخت صادر میکنه. خب جونم بالاخره این بدهی تو باید یه جوری بدی دیگه، و الا تا آخر عمر گیر عموی منو اجرایی هستی. خب قربان تو برم الهی، مهلت را برای یک همچه روزایی گذاشتنده، اما این پیر سگ نمیذاره تو بمیری. آهای مواظب باش، پیر سگه. ببخشید پیر گربه. خلاصه پدر منو در آورده پس. والله رحمت علی، خودت میدونی که من دیگه هیچ دخالتی در امور مالی مادرم ندارم. عموم همه کارا رو میکنه. بنابراین من هیچ کاری برای تو نمیتونم بکنم. اینطوری راحت ترم هستم. چون واسه خودم عشقمو میکنم و تا دلتم بخواد دوست دختر دارم. به همم بد نمیگذره. خوش به حالت، خوش به حالت. واقعا خوش به حالت. خوش به حالت که مثل من گرفتار یک ماده پلنگ اصفهانی نیستی. راستی ایوشن خان، از جریان دیشب خیلی معذرت میخوام. این اسخر پدرسک شما رو ناراحت کرده بود، میدانم، ولی مریم شما رو به خدا خیلی دوست دارد. نمیدانی چه دختر نازنینیه. راستی ای پرویز خان، یه شب بی اتفاق بیاین کافه ما، از شخصیت شما کم نمیشه. مگه دیوونم بیام تو کافه آشغالت؟ حالا هوشن یه دلیلی داره که میاد، اما من بیام بگم چم منه؟ آهو، اختیار داری قربان تو برم، خبر نداری. دوس روزی یک ماه پیکری به نام پری خوشگله از شیراز آمده اصفهان، میخواد چند تا کافه بخرد. با نظرم کافه شما را هم پسندیده، با من هم وارد مذاکره شده. اما پرویز خان، به جان شما، به ماه میگه تو در نیام، منم در نمیام. پولدار، خوشگیل، سرحال، سالار، شیرازی ها رو میشناسی. خلاصه هرچی از خوشگیلیش بگویم کم گفتم. نمیدانی چه لعبتیه، نمیدانی ده. باز چه خان کردی رحمت؟ حالا با ماماره؟ از غذای اتفاق امشب میاد کافه اوز احواله ببینه. شما هم بیا قربان، اگر دروغ گفته بودم دستور بده شما اونجا اصلا به کلی گل بگیرن، اما اگر راست گفته بودم یه مهلت عوش 10 ساله با ما بودی که قربان. آها چی داری میگی؟ اشتهات برم چند سال مگه میشه؟ بله قربان، چرا نمیشه؟ قبول، امشب میام کافه. فقط بهت بگم اگه دروغ گفته باشی باید بری یه کار دیگه واسه خودت پیدا کنی. باشه قربان. کافه تو میبندم. باشه بابا. چشم. زنگ میزنه تلفن میزنه. الو، شما هستین مادر؟ سلام. بله کار که خوب همیشه دارم، چطور مگه؟ چشم، همین الان میام، همین الان. سلام منو برسن. نمیدونم مامان با هم چی کار داره، گفت یه سر بهش بزنم. تو هوشنگ هستی، من برمیگردم. آقا جان، تکلیف بنده چیه؟ با منم یه رفع زحمت بکنم. عموم زحمت رو کم کنی بهتره. به عموم میگم چند روز دیگه بهت مهلت بدن. فقط مواظب باش موضوع امشب و به من دروغ نگفته باشی. همین. مطمئن باش قربان تو برم، خیالت راحت بکن برو. این حرف چیه؟ خب بشین رحمت علی. چشم. تعریف کن ببینم این اصلا خیال نداره دست از سر مریم برداره؟ والا قربان تو برم خیال نمی کنم، برای اینکه یه نندنی به این خوبی رو مگه دیوانه است مردی که ویل بکنه؟ یکی دیگه داره آواز میخونه، یکی دیگه داره جون میکشه، اون نامرد میشه بشه پولش میگیره میره ده قربان. بله حالا این موضوعی که گفتی حقیقت داره یا همینجوری پروندی؟ اصلا پری خانم این هست یا نه؟ پری خانم؟ باها. پری خانم کی جان؟ بله اختیار داری قربان تو برم، همین امشب که تشریف آوردید کافه خواهید دید که بنده خلاف فرض نکردم. کی جرأت داره با پرویز دروغ بگوید قربان؟ پوست بنده رو میکند. سلام مادر. سلام پسرم. با من کاری داشتین مادر؟ آره جونم، میخواستم ببینمت. امروز سراغ ما نیومدی، دلم برای تنگ شده بود. ممنونم. این رحمت علی اومده بود پیش من، باز آه و ناله میکرد که یه خورده بیشتر بهش مهلت بدیم. خب غلط کرده، این مردی که پدر سوخته ما رو پاک مسخره کرده. کرایه کافشی که نمیده، هیچی مرتب هم مزاحم ماست. خب بیچاره است عمو جون، باید یه خورده مواظبش بود. والا من نمیدونم چیکار کنم.
از یه طرف مسئول حساب و کتاب شما هستم، از یه طرف هم باید دلم به حال این بدهکارای حقوق باز بسوزه. عموت راست میگه. اگه نتونه کرایه ها رو جمع کنه، پس چطوری مواظب ارث مرحوم پدرت باشه؟ بابا، همه چیز آدم که پول نیست. بالاخره اونم بشره، یه آدمه، فعلا نداره، باید یه جوری باهاش راه اومد. خیلی خوب، بگذریم. راننده پیدا نکردی؟ هنوز که نه. من واسه راننده تو روزنامه اعلان کردم، اما اکبر راننده خوبی بود، بی خود بیرونش کردی. نه موجود، من راننده میخوام، نه جاسوس، که هر کاری من بکنم همه شهر خبردار بشن. تو کار بدی نمی کنی که از حرف مردم میترسی. خب، خوب و بد برای آدم ها فرق میکنه. من مثلا ممکن بود با اشخاصی معاشرت بکنم که شما عمو جون خوشتون نیاد. چی میگه؟ من چرا خوشم نیاد؟ تو جوان و آزادی هستی. والا شاید شما دوست نداشته باشین که داماد هرزه‌ای مثل من داشته باشین. دور از جون شما این حرفا چیه؟ خب دیگه، عقیده ها با هم فرق میکنه. اگرچه من فعلا خیال ازدواج به هیچ وجه ندارم. ای وای، قربونت برم پسرم. مرد باید زن بگیره، خون و زندگی درست کنه، از این بی سر و سامونی خودشو نجات بده. حرف تو قبول دارم مادر، ولی با کسی ازدواج میکنه که دوستش داشته باشه. ببینم، یعنی تو لادن رو دوست نداری؟ من اینو نگفتم. اصولا من میگم مرد باید عاشق زنی بشه بعد بگیرتش. خب ممکنه تو لادن. بسه دیگه، این حرفا چه میزنی؟ مگه عروسی کردنم زوره؟ تو رو به خدا راجع به من حرف نزنید. بله درسته، از خودتون بگین. تا ماها رو گیر میارین همش راجع به عروسی ما دو نفر حرف میزنین. آخه بالاخره باید این موضوع روشن بشه. کدوم موضوع؟ فعلا که من خیال ازدواج با لادن یا با هیچ کس دیگر رو ندارم. خیلی دلت بخواد، از لادن بهتر پیدا نمی کنی. خیلی خوب، اگه پیدا نکردم خبرتون میکنم. فعلا خدافظ. حالا یه خورده دیگه باش. کجا داری میری؟ کار دارم مادر. پرویز، سبکو هم بریم. چقدر عجله داری؟ همش تقصیر تو رو عصبانی میکنه. اخلاق بدی داره، همش تو فکر شدن منه. خب بابات دیگه، میخواد یه جوری تو رو آب کنه. وا، مگه من سر راه افتادم یا خدایی نکرده ترشیده؟ ناراحت نشو، من از دست بابات خیلی عصبانی. عیبی نداره جونم. ببینم امشب میای بریم سینما، یه فیلم خوبی میده. نه امشب گرفتارم، انشالله یه شب دیگه. من که هر وقت به تو میگم تو یه بهانه ای میاری. خب پس نگو، اینجوری سنگین تری دختر. عجب میرقصه. دارسون بیا اینجا. سلام. سلام. بفرمایید چند نفر؟ مگه نمیبینیم؟ دو نفریم دیگه. دو نفر؟ پالتوهای ما رو ببر رفتم. در ذهن به رحمت علی بگو که پرویز خانم آمدن. چشم خورد. زود باش، منتظرش هستم. چشم. بریم. دست من به دامن تو پری خانم جان، قربان تو برم. تو رو خدا برای من فرستاده، تو باید با من کمک بکنی. بابا اینی که تو میخوای اصلا عملی نیست. من چطوری خودم رو جای یه زن ثروتمند شیرازی جا بزنم آخه؟ پری جون کار مشکلی نیست، فقط همین امشبه. آخه من به این مردی که قول دادم آخه. تو باید به خاطر منم شده این کارو بکنی. شاید این مرد که داره طبیله من نباده. تو بگو آقا علم تو که همیشه به مردم کمک میکردی. آره اما من نه لباس دارم نه سر و وضع حسابی، چطوری میتونم جای یه زن پولدار باشم؟ قربان تو برم پری جان، تو لباس و جواهر جواهرات هر چی بخوای از زن من به تو میده. تو بمیری این منو ورشکست کرده، در عوض خودش علا پولدار شد. آره تو بمیری، اینا رو من از خونه بابام آوردم. تو اصلا بابا داشتی تو از خانه بابا ورداری بیاری؟ با مرگ عزیزی تو این گاو نهمن شیرده 24 ساعت بنه دوشیده. این من بدبخت که واسه یه عمر با گاو زندگی بکنم. او حواست جمع کن، من آدم خطرناکی هستم. خیال میکنی؟ آره جو این حرفا نیست، برو لباس و جواهرات بیار، من پری رو راضی میکنم. آخه آبجی این کارا عاقبت نداره. عاقبت کار با من، قربان تو برم. تو قبول کردی دیگه، قبول کردی من بمیرم جان من. بدو زن زن بدو لباس جواهرات برات بیارم. بدو بی بشکم بیارم. یالا از رحمت علی پس نیومد. من میترسم اصلا پری خانمی وجود نداشته باشه. رحمت علی هم از سرزش فرار کرده و یه جایی قایم شده. درشو در میارم. مردی که پدر سوخته منو دست انداخته، حالا میبینه با کی طرفه. از مریم هم خبری نیست، نمیدارم اون چرا دیر کرده. عرض کردم قربان، تعظیم عرض کردم.
خیلی خیلی خوش آمدید. کابل امشب نور باران شد. ای بفرمایید که همه چیز دروغگوی حق باز. دروغگو؟ در ذات بنده دروغ نیست قربان. آدم خطرناکی هستم ولی دروغ. از سعی پری خانم تلفن کردن که فوری حرکت آمدن. تازه خانم تلفن کرده. کمچه خان کن مرد. چخان قربان در ذات بنده اصلست. من حرفی که زدم سر من هستم ولو کافی من فقط به هم بخوره. خلاصه بهت بگم من تا یه رو به دیگه منتظر میمونم. اگه اومد که چی؟ ملاحظه بفرمایید. آمد قربانتون برم. آمد ملاحظه بفرمایید. سلام علیکم. قربانتون برم. از دور که بد چیزی نیست. شب گربه سموره. اول بذار بیاد جلو بعد تعریف کنم. به کدوم یکی باید کار کنم؟ این طرفی اون بسر سیبیل عویزانه. این بری هم بفرماید جم. بفرماید خواهش میکنم. بفرماید حضرت علیه علیه پری خانم آیه پرویز خان آیه هوشنگ خان پروازی. خوشبختم خانم. ببخشید. سلام عرض میکنم. سلام. متشکرم آقایون. بفرمایید. بله بریشید اینجا سروا قربان. بفرمایید. پری خانم جان با اجازه چی میل دارید برای شما بیارم؟ شامپاین داریم. شامپاین؟ ما والا شام بالا میخوریم. چطور مگه؟ پسر خانم شامپاین می دارن. اونم یه جور مشروبه. بله قربان میدنم ولی ما کارگر که نیست. اصلا میفرستم الان برای شما بیارن. چشم. چرا؟ زحمت نکشین من از همین ویسکی میخورم. باشه هر جور میری شما. چشم. کافه خیلی کثیفی دارین آقا. بله نفهمیدم با شما بگویم که من بله جای خیلی کثیفی اصلا. صاحبش هم چندان تمیز نیست. خیلی خب برو دیگه بسه. جای این حرفا بگین خوراکی چیزی بیارن. برو مطمئن نکن. با چشم بروی هر دو عینم. چشم. از آشناییتون خیلی خوشحالم. واقعا سرفراز فرمودین. ببخشید با من بودی؟ بله پرویز خان گفتن که از زیارت شما خیلی خیلی خوشحالم. متشکرم. صاحب این کافه به من گفت شما برای فروش این محل آمادگی دارین. قیمتش در چه حدودیه؟ فروش کجا؟ هیچی کافه دیگه. مگه رحمت علی نگفت که خانم برای خرید چند کافه به اصفهان اومدن و این کافه نظرشون گرفت؟ بله هیچی آدم نبود. فرمودین قیمتش در چه حدوده؟ هر چی میخواین بدین خانم. نه این که تعارفه. چند میفروشین؟ والا چی بگم باید فکر کنم فردا بهتون جوابش میدم. فردا که من وقت ندارم. من باید فردا به یه مسافرت کوتاهی برم. اینجا که جای معامله کردن نیست. اجازه میدین یه گلاس مشروب براتون بریزم خانم؟ بله بریزین. چطوری میخوریم؟ مثل همه تا ته. منظورم اینه که صداش زیاد باشه یا کم. من با چیز کم مخالفم. خوش خوراکه پس زیاد بریز. خوشم اومد. خانم معلوم میشه اجتماعی و به اصطلاح خیلی معاشرتی هستن. نفهمیدم منظورتون از این حرف چی بود؟ والا یعنی همه فن حریف هستین. مشروب میخورین، سیگار میکشین، اهل معامله هستین. بله شهامت شما فوق العاده است. ببخشین دوست من اومده. اجازه میدین دعوتش کنم سر میز؟ فامیلش چیه؟ از خانواده خوبی هست؟ البته دختر بسیار خوبیه. حالا میبینیدش. پس بگیم بیاد اینجا من ببینم. شما چقدر مهربونین. از شما واقعا خوشم اومده. اینقدر تعارف نکنین من خوشم نمیاد. سعی کنین خودتون باشین. سلام. بیا بریم سر میز ما. نه بیا جونم اشکالی نداره. یکی از دوستان پرویز دوستم پری خانم اینجاست. پری خانم نمیشناسم. از خانواده خوبی هست؟ بابا اینا دیگه کمره خانوادش چی کار داری؟ بیا بریم معرفیت کنم. بیا سلام. اومدم. خوشبختم. مریم دوست من. بفرمایید. خوشبختم. بشین دختر. نمیدونین چه صدای خوبی داره. خواننده است. خواننده است؟ بله. پس خداحافظ. خواهش می‌کنم. پری خانم. بی لطفی نفرمایید خانم. خواهش می‌کنم بفرمایید بشینید. بسیار خوب. چند دقیقه دیگه وقت دارم میشینم. بفرمایید. صدام خانم. مشروب چی می‌خوری مریم؟ نه بابا الان باید بره روسه نمی‌تونم. اومد. خب دیگه بشینین. آخه باید برم برنامه اجرا کنم. خودمون یه برنامه بهتری اجرا میکنیم. آخه بشین. دعوا میشه. دعوا؟ خب دعوا شونه توجه جاستشم نرخر. مثل که واقعا میخواد دعوا بشه. نه به نظرم به من میگی دعوا. ای جرامی بزن تو جونش بکنه. چطور بود خوشتون دیوانه کردی بیشنش کردی بزن بچه تا سرشنگر بشه.
آنو شیدو بکنم جوجه رو من دست بره میکنی بگم کافرگیر میکنم ایکی پری خانم کو کجا رفت؟ ای والا بابا میخواستی تو این بازن بزن اینجا بماند اون خانواده در مدت بدویی بوی میرسی بریم اوشانک بدو جانم بدو بابا بدو بدبخت عاشق پیشه رو نگاه کن تا چشمش به یک زن میفتد آب از لکه لوچش را میفتد کجا رفتش؟ سوارشو بریم شاید پیداش کنیم نباید زیاد دور شده باشه سلام عرشد قربان سلام علیکم یه پول چایی هم اما بده این مرحمت کردیم این هم سیار رحمت علی این چی بینم آرام حیوان این چه طرز حرف زدنه این چه طرز آمدنه توی کافه هست ناسلامتی بنده اینجا رئیس مدیر کافه هم این چی بینم تو بگویم حواست جمع کن من خیلی خطرناکم برو دکتورت تخته کن مریم کجاست؟ من چی میدنم مگر من لله اونم او پس برنامه چی میشه؟ برنامه لابد میاد خودش اجرا میکنه دیگه چیه؟ کجا نگم اونی؟ سلام با این پسره رفته بوده؟ و پا چون رو بینام؟ خراب یکی دیگر رفته جنان بسکا مردی کن چه تو کلاتو با اجازتون از اینجا تکون نخورید تا من مگه بازم دعوش به نظرم بچه آرامه بنشینین این دعوای 27 روز برنامه اترکشن هر شب ماست ناراحت نباشین خواهش میکنم بفرمایید بنشینین شما بفرمایید موزیک 27 بزن دیگه بفرمایید صندلی بندازید خواهش میکنم ممنونم لا 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 این خون دو بخو بدیم نم همه جون دوکوی شما را با برنامه چرمزم و زروای مدیر جایی کنم بله خسته نباشین بیا باریکلا خوب زدین خوبم شکستین باریکلا نه باریکلا آفرین ماشاءالله زور بازی خوبی در جب فرزی ها آره خوشم اومد خیلی بزن دوست دارم همیشه میرم سینما فیلم های سر و سر زد و خورد و تماشا میکنم آره پری کجاست پری عجیب است چرا امشب همه خیال میکنن من لله این دخترم قربان تو برم مگه ندیدی تا دعواشون زد بچک این زن منو داره میکشه بی اعتنایش منو داره دیوونه میکنه بهش گفتم اینجا بمونه خب قربون شاید کار واجب تری داشته که رفته من با مریم میرم بالا برم چی شد بیا بینم ماشاءالله بله قربون نفهمیدم چطور شد زدن شکستن رفتن خدا شاید این دفعه بیان اینجا قلم پاشنه میشکنم پولم سو برابر میگیرم آره تو بیمیرم چورت کاره بده بقیه درآمدی حساب بکنیم 2 8 10 0
اجزا بدین قرمون، اجزا بدین. منو میگن راننده ی وارد. ماشین حاضره قرمون، بفرمایی. بفرمایی، بفرمایی. نه، میخوام یه خورده پیاده را برم. ببخشین، قیافتون خیلی دلخوره. نمیدونم چرا دلم گرفته، ماشالله. میگم آقا دوا زیادی خوردین. سر به سرم نزار، حوصله ندارم، اوقاتم تلخه. نکنم چین. ارباب ما رو بسر، ای خدا. صدای با نمکی داری؟ پیشکش قربون. ببینم عاشق شدن چجوریه؟ یعنی شما تو حالا عاشق نشدی؟ نه، اما چند روز بعد جوری تو فکر این دختر پریم. میدونی ماشالله چیه این دختر منو گرفته؟
بشین پهلوان. چاش قربون. من زن زیاد تو زندگیم دیدم. همشون از خدا میخواستن با من دوست بشن. خب منم ازشون استفاده میکردم. هر چی بیشتر بهش نزدیک میشم اون بیشتر از من فرار میکنه. میگم خب لابد قهرمان دوه. اینقدر شوخی نکن، من دارم جدی حرف میزنم. داره منو دیوونه میکنه. ولی قربون قیافتون پیداست. مثل این که وقتمو بی خودی دارم تلف میکنم. تو هیچی سرت نمیشه از اون آدمای خشک و بی احساسی. آخه چرا ساکت شدی؟ خب یه چیزی بگو. پس درست فهمیدم. ممکنه قربون، فقط یه چیزی رو بهتون بگم، عاشق شدن ما با عاشق شدن شما خیلی توفیر داره. ولی چه فرقی داره؟ یعنی شماها میفهمین عشق چیه من نمیفهمم؟ یا قربون بهتر نبریم بخوابیم، امشب زده به سرتون. دعوا زیادی خوردین، احساساتی هم شدین، عقب دعوام میگردین. حاجیتم تازه این شلقو پیدا کرده، نمیخوام به این زودی بیرونم کنی. پس بهتره بریم بخوابیم، این تم بمیره بریم بخوابیم. من احمقا بگو که دارم با تو درد دل میکنم. تو چه میفهمی من چی میگم؟ چه میفهم؟ بله قربون، ما خریم، ما اصلا حالیمون نی، اما اینطوری خیلی بهتره. سباشو بریم. با چشم خود دیدی که با اون زنی که سر یه میز نشسته بود؟ بله قربون، این دفعه دومه که میبینمش. هر دو دفعه تو کافه رحمت علی بود. پس همینه که اصلا که ازدواج با لادن نیست. سرش گرمه، یک بلایی سرش بیارم که عشق و عاشقی یادش بره. ببینم میتونی چند تا لات و لوت برام پیدا بکنی؟ یه ارخشون چند باشه قربون؟ پولش مهم نیست، میخوام این دختری رو که میگی از این شهر بیرون کنی. نه عصب کن، دستگیرش کن تا من بعدن بهت بگم چی کار کنی. حالیت شد؟ بله قربون، همین امروز دو سه نفر نخبه پیدا میکنم میرفستم دنبالش. خیلی خب، بیا این 1000 تومن بیانه، دختره رو فوراً دستگیر کنین و به من اطلاع بدین. رو چشم قربون. چی؟ چرا مزخرف میگی؟ مگه من همچی حقی رو ندارم؟ بله من زن دیگه رو دوست دارم که با لادن خانم شما هیچ قابل مقایسه نیست. مگه از رو نشه من رد بشی بری تو هجله؟ من نمیذارم تو با هر بی سر و پای عروسی کنی، فهمیدی؟ شما مادر منید، ولی آدم بسیار خودخواهی هستین. حالا که اینطور شد من عروسی میکنم و شما مگه تونستین جلوی منو بگیرید؟ زن نار بهت نمیدم پسر بی ادب. پولتون مال خودتون، همین پوله که شماها رو اینطور عوض کرده. شماها نوکر پولین، آخرش هم همین پول شما رو خفه میکنه. برای از این خونه ببر، این خونه برای من مثل زندونه. زود باش. چشم خورمون چشم. تا گریم خورمون. کجا دستور میفرماییم برم؟ نمیدونم، فعلا که خیلی عصبانیم. همینجوری برو تا بهت بگم. چشم خورمون، سیخکی راست شکممو میگیرم. ده برو که رفتی. حرف زدن تو هم واقعا خنده داره. این چه جور حرف زدن؟ خب الحمدلله که بقتون وا شد و خندیدین قربون. تو دوست خوبی هستی ماشاءالله. وقتی تو رو نگاه میکنم یاد پری میافتم. نیست چند وقت پلوش دیو بوی اونو میدی. آوا کرتیم نوکرت اخلصتیم چخلصتیم. دیگه چی میخوای واسط بگم قربونا؟ کاش که یه خورده از اون صفا و صمیمیت تو رو پری داشت. همش به فکر معامله و پول و از این حرفاست. اصلا توجهی به من نداره. ور اون ذات و جد و آبادش طالبات که بخواد شما رو اذیت کنه. میدونی آقا پرویز، از شما چه پنون، این پری خانوم ما رو هم خیلی اذیت میکنه. تو نمیری پا گیجمون کرده. برو دیگه. چرا؟ مگه اونو میبینی؟ مهریه مهریه، نگهدار نگهدار، همینجا نگهدار. سلام. سلام پرویز خانم. خوشگله. حالا چطوره؟ مردی که پدر سوختی خانم باز، بایدم بهت محل نظرم. خیال کردی منم مثل این درب داغونم؟ خواهش میکنم بفرمایید، اینقدر تعارف نکنید. بفرمایید. آخه میترسم مزاحم بشم. چه مزاحمتی؟ من شما رو میرسونم. بفرمایید، راحت باشین. پسر برو حرکت کن. کجا واسه برم قربون؟ همونجا که قرار بود.
بازم سلام. ایوا ما که با هم سلام علیک کردیم. خب بازم سلام علیک میکنیم. زاغ نبود. راستی از آشنایی شما خوشحالم. مدت هاست آرزوی اینو داشتم که لحظه‌ای در خدمت شما مرسی. باشم. مرسی. چه انگشتر قشنگی دستتونه. ممکنه اونو ببینم؟ خواهش میکنم. ای حق باز. تو میخوای انگشتر رو ببینی یا باش لاس بزنی ناکس؟ به به چه عطری، چه عطر مست کننده‌ای. وای که گیج کننده است. شما چه عطری میزنید خانم؟ آنفینی. تف دارشه بزا که بو گندش در اومد. ببخشید دستم خسته شد، اجازه هست؟ راحت باشین. مدت هاست از شما خوشم میاد مهری خانم. اگه بگم منم همینطور من یه زن جلفی تصور نمی‌کنی؟ این چه حرفیه خانم؟ اجازه بدین به خاطر این همه محبت شما رو ببوسم. اجازه بدین. آی نالوتی. این چجور ترمز کردن دیوونه؟ نگاتو به نازم کاخو جونم چشم سیاتو به نازم ناز نمیشینه دونن که قضیه چه قراره. قد شنگول نبودم. میگم یارو از خره پشماش ریخته ها. ببین چطوری مثل بچه آدم نشسته سر جاش. خب بیچاره چند دفعه کتاش بخوره دیگه تسلیم شده. پری قرار بود بیاد. نمیدونم چرا دیر چخه. حتما پیداش میشه. اونه هاش اومد. میترسم بالاخره یک کاری دست ما بدی. من به تو قول میدم که این دفعه آخره دی. مریم رفته سر میز اونا. اسخرم ساکت نشسته اون گوشه. یعنی چی؟ یعنی میترسه؟ شاید تصمیم بیفته دست سرش باید داره بس که کتک خورده معلوم نیست که چکی 50,000 تومن مریم چی میشه تو هم؟ برگشت میخوره. سلام 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 پری جون. سلام پرویز. به خدا برای دیدن دلم یه ذره شده بود. متشکرم. من فقط برای دیدن تو به اینجا اومدم. حالا تو خوبه پری خانم؟ متشکرم. شما چطوری؟ مرسی. مریم خانم خوب و خوشگل چطورن؟ خب پرویز تو با من چیکار داری؟ والله خودشان گفته بودن یه کار واجبی با شما دارن که منم گفتم اینا هی حاضر. درسته درسته. ولی به نظر من بهتره امشب قبل از اینکه دعوا مرافعی بشه بریم یه جای دیگه با خیال راحت بشینیم و حرفامون رو بزنیم. متاسفانه من نمیتونم بیام. امشب میخوام مریم رو ببرم به ده پدرم. دلم میخواد عروس خوشگلشون رو از نزدیک ببینم. همین الانم حرکت میکنیم. باشه. خیلی خوب. پس زودتر بریم. بریم عزیزم. بریم. بفرمایید. کجا مونده؟ اجازه بده پالتومو بردارم عزیزم. آی پسر. مثلا. پالتو بده خدمت آقا. آره خب جون خب اون موقع اومدن جازه آشرمنده فرمودید قربان چوب کاری کردینا الحمدلله این شب دعوا مرافعی نشد این گامیشه خدا رو سر زر مرتبه شد ولی این تنها نشسته اونجا میترسم یه نقشه پخشه زیر سر داشته باشه چون بی کلک نیست به ما چه مربوطه سینم برو به مشتریات برس نقشه ما عالی تر بود عشق پرویز خان به پری خوشگله با اسود رای خود به خود عقب بیفت بری کله به این کله یه کدو هاشی مریم بچه ها کجا داریم میریم؟ والا نمیدونم
یه خورده میگردیم. میدونین خیلی دلم میخواست با هم تنها باشین. ما هیچ وقت با هم تنها نبودیم. آره خب چی میخواستیم به من بگیم؟ من خیلی حرف دارم با شما بزنم، اما وقتی شما رو میبینم و زبونم بند میاد. نیست خیلی کم رو این؟ نه نه جدی میگم، ممکن دستتون رو بزنید تو دست من، شاید قوت قلب پیدا کنم بتونم حرفامو بزنم. چه انگشتر قشنگی دستتون. نمیپرسین چه عطری زدم؟ چرا راستی خیلی دلم میخواست بپرسم، شما چه عطری میزنید؟ دستتون رو نمیذارین پشتم؟ خودتون رو ناراحت نکنین، اگه دلتون بخواد میتونین منو بغل کنین. چیز عجیبیه، من هرچی میخوام بگم شما قبلا میگین، پس راسته که دل به دل راه داره نه؟ آخه من اینا رو قبلا از دهن یه مرد دیگه شنیدم، یه خانم باز درجه یک، یه مرد هوسران بی چشم رو. ولی من هیچ منظوری نداشتم، اینا رو در نهایت صفا و صمیمیت گفتم. والا نمیدونم شما چطور برداشت کردین. اتفاقا جلوی آپارتمان شما رسیدیم، اگه منو به یه قهوه دعوت بکنین حتما قبول میکنم. آره منم میخواستم همینو بگم. بس دیگه پرویز، نمیخوام دیگه چیزی بگی. سب کن عزیزم، بذار چراغ روشن کنم. آه بیا اینجا آپارتمان منه. چه خونه قشنگی دارین، شما اینجا تنها زندگی میکنین؟ آره مامانم اینا تو خونه پدریمون زندگی میکنن، من از اون محیط زیاد خوشم نمیاد، اینه که اینجا رو واسه خودم درست کردم که راحت باشم. خب البته اینجا برای یه جوان تنها خیلی راحت تره. خدای نکرده فکر نکنین من از اون جوانام که یه آشیانه عشق برای خوشگذرانی درست کردم. نه خیر ابدا من همچی فکری نمی کنم، شما اصلا اهل این حرفا نیستین. اینجام اتاق خوابمه. میدونم. چطور؟ از کجا میدونی؟ خب معلومه باید اونجا اتاق خوابتون باشه، شما شبا رو مبله که نمی خوابین. میخواین یه نگاهی به اتاق خواب من بندازین؟ نه متشکرم، من با اتاق خواب کاری ندارم. من نمیفهمم چه اشکالی داره اتاق خواب منو تماشا بکنین. راستی مگه به من اطمینان ندارین؟ به شما نه، ولی به خودم چرا، خیلی اطمینان دارم. پس چرا میترسین؟ بفرمایید. خب باشه بریم. بفرمایید، اونجا لولو خورخوره نیست. پس خودتون چی؟ اینم تخت خواب منه. لابد به قول رحمت علی اینم خود بنده هم. بله. بفرمایید بشینید. خب راستی عجب میزبان بدیم من. چرا؟ هیچی به شما تعارف نکردم. مشروبی کنی؟ نه متشکرم. شما میخواستین با من حرف بزنین، چی میخواستین بگین؟ پری من تو رو دوست دارم، باور کن راست میگم، میخوام باهات عروسی کنم. والا شما منو غافلگیر کردین. ببینم شما این پیشنهاد رو به چند تا زن دیگه کردین؟ به خدا به هیچ کس، تو تنها زنی هستی که این حرف رو بهش میزنم. من مدتیه که تصمیمم رو گرفتم، جواب بده، زن من میشی یا نه؟ به خدا نمیتونم باور کنم، تو رو به قرآن راست میگی؟ واقعا میخوای با من ازدواج کنی؟ آره تو رو میخوام، دلم میخواد همیشه پروی من باشی، تو بغلم بگیرمت، ببوسمت، نوازت کنم. دوستت دارم پری، امشب همینجا پلو من بمون. نه نه بهت بد نمیذاره. نه پرویز قول میدم بهت بد نگذاری، همینجا پلو من بمون. احمق، تو خیال میکنی منم مثل اون زرای بدکارم که هر شب تا صبح تو بغلت میخوابن؟ اشتباه نکن، به خدا من تو رو دوست دارم پری. پس واسه همین کار منو آوردی اینجا؟ تو دروغ میگی، شما همتون مثل همین، شما مردا از ما زنا فقط یه چیز میخوای، بعدم مثل خاک رو به تو خیابون خالیمون میکنی. ولی کور خوندی آقا پسر، من از اوناش نیستم، من تو رو دوست دارم، ولی دوست داشتن من با همه اون زنایی که هر شب میان اینجا فرق داره. خدا حافظ پرویز خان. پری صبر کن، به خدا تو اشتباه میکنی، گوش کن. ببین من یه لحظه نفهمیدم چی کار میکنم، منو ببخش، من عاشق تو هم پری. برو گم شو، تو هرزه‌ای، تو عادت کردی به این کارو، عوضم نمیشی. پری
دولت ها بدم آت برین رحمتی 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 اون پدرت وقتی بگی میکنه چه داخل چی تیز آخه خب سر صدای بوزغالی یه سوز که دیزم بگی بخواب سوز چی تیز مرد انگار دوز رو به دست وقتی ای اما دوزه نه بابا صدای سوز که ما فهمیدم دوباره که تپیدی زیر لحاف بخی ببینم از کجا با تپم ای حیکل گل ای من نندست من شینو بلد نیستم زهن آخه آخ کمرم آی کمرم خیلی خوب بابا من گدرم میرم چرا هول میدی دنیا رو آب ببین تو رو خواب برده ساکیت ساکیت زود با ساکیت 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 سپو میرم دوز از کدام تو بیتون ده ایلی آقه بیلاخره با این سلسله دوز میگشین تو تا پدر من در بیاره تو فقط هوای من داشته باش هوا وای دوست 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 گرفتم با غوره پدرت مردی که به دست سوخته بله بله دوست پدر بنده حسین میفرماید قربان من نوکری رو تو اتاقه دیکم در نیار اگه بیا بیرون میکشم وای ستون نمره چشم 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 الحمدلله در بست حالا من با راحت یه خوابی میکنم اینم کلم الله چی بود؟ هیچ کس زن جان هیچ کس هیچ کس پس با کی حرف میزدی؟ با خودم بابا جان مگه ما آدم نیستم نه آدمه که نیستی نه دوست بود نه سوسکی چی نبود پا کی بود آخه هیچ کس بابا جان یه مرد که گردن کلوفتی پشت در بود که میخواستم بزنم برم خدا مرگم بده اله امین کی ده بیا شست و سه هشتاد و شیش نود و هفت الو محسن آقا شمایی دختره رو گرفتیمش حالا دستور میفرمایین چی کارش کنیم اینجایی پرویز فرمایش باهات کار داشتم بفرمایین نکنه دوری پری خانم شما رو اینقدر عصبانی و ناراحت کرده پری کیه؟ دیگه بس پرویز نمیخواد برای من رول بازی کنی پری خانم عشق آقا الان تو چنگ منه نمیفهمم تو چی میگی؟ مگه امشب باهاش نرفتی تو آپارتمانت بعد از نیم ساعت اومد بیرون اینم دروغه؟ حالا منظورت چیه؟ اول باهاش حرف بزن مطمئن شو که من دروغ نمیگم بعد با هم میشینیم مرد و مردونه حرف میزنیم اسخر تویی؟ دختره در چه حاله؟ ببین این آقا پسر قبول نداری که دختره تو چنگ ماست برو پری رو بیار پای تلفن باش حرف بزنه خیلی خوب گوشی خدمته بریم بیاریم هر کسی چند روزه نوبت روز جونم الان عشق بزرگ تو کت وسته میارم اون وقت یا باید باش برای همیشه ودا کنی یا عاقل باشی و با ما کنار بیای الو بیا صحبت کن الو پری توی؟ آره منم راست اون بی‌معرفت تو رو گرفتن؟ آره آره درسته اما تو خیالت راحت باشه پرویز آره حالم خوبه خب حالا قبول کردی که عمو دروغ نمیگه؟ حاضری با دختر من عروسی کنی یا نه؟ نه
دیگه رنگ پری جونتون نمیبینی. با اجازتون سرشو میکنم زیر آب. مثل اینکه سینما زیاد میری، حرفای گنگسترها رو میزنی. از اونام ما بهتر کارامونو انجام میدیم. با یه تلفن من سرش از تنش جدا میکنن. حالا حاضری یا نه؟ از کجا معلوم بعد از عروسی کلکشو نکندیم؟ قول میدم. قولتو بذار در کوزه آبشو بخور. اول باید اونو از این شهر سعی و سالم بیرون بفرستم، بعد با دخترت عروسی کنم. خب اگه نکردی چی؟ فردا مهمونی بده، خودم اعلام میکنم که با دخترت عروسی میکنم، بعد تو پری رو آزاد میکنی، من میفرستمش بره، اون وقت برمیگردم سر سفره عقد. تو فقط جلوی همه فامیل موافقت کن که دختر منو میگیری، همین برای من کافیه. الو توی اصغر، گوش کن، فردا ساعت 4 بعد از ظهر شکارمونو میاری. کجا خوبه؟ فرقی نمیکنه، تو راه اصفهان و شیراز باشه. فردا ساعت 4 میاری زیر اولین پل راه شیراز. آره، بین راه اصفهان و شیراز، زیر اولین پل. خداحافظ. ولی پشیمون میشی عمو، من شوهر خوبی برای دخترتون نمیشم. اشکالی نداره، تو عروسی بکن، بقیهش با لادن. مالو بگوشم. گوش کن، فردا ساعت 4 دختره رو بیار زیر پل. گوش کن، بعدش هم صبر میکنی تا اخکنون تموم بشه، اون وقت کار پسره رو یه سره میکنی. باشه قربون، مطمئن باشین همچین کارمون رو انجام بدیم که آب از آب تکون نخوره. خدافه. بیان اینجا بچه ها. بله. خوب مواظب دختره باشین. خب. تا صبح در اتاقش کشیک میدین. نقشمون یه خورده عوض شده. دست موز شما هم یه خورده عوض میشه. برین سر. ساعت 4 هم نمیشه زودتر خلاص شین. اکبر، دختره خیلی بی سر و صداست، نمیخوای یه سری بهش بزنی؟ ولکام بابا، تو هم حوصله داری؟ لابد کفه مرگشو گذاشته، خوابه. اصغر میگفت امروز بعد از ساعت 4 باید یه کاری کنیم، پسره رو از بین ببریمش. تون پشت خواهیم کردی زن اون پدرش نوالیه. تو چی میخوای از جون ما مرد؟ من میخوام به این شوهرت بگم که خیلی مرد نامردست که ببین تقی، این اصغر بیمرد باید یه حق حساب قلمبه‌ای بگیریم. آه. ای نام و سلمونو، یه لیوان آب بدی من بخورم، تشنمه. به پاشو باری یه خورده آب بهش بده، ولی سر صداش تمام محله رو بر میداره. خیلی خوب بابا، این آب شد، یه لیوان آب. خیلی خوب بابا، داره میاره دیگه. چشی رو بیاره، مرد وستش نگیر. خانم ها و آقایون، امروز میخوام جشن عقدکنون خودمو با دختر عموم لادن اعلام بکنم. البته مراسم عقدکنون ساعت 5 بعد از ظهر صورت خواهد گرفت و آقای برای همون ساعت خواهد اومد. متشکرم. تبریک میگم پسرم. تبریک میگم دادن. مبارک. صاحب کنی، صاحب کنی. وایسی منو بیا. ماریا، چی شده؟ باز اینا رفتن عقب من. این مردو واقعا بعضی وقتا خیلی ای موازه باش. از مردا بد نگو، خودت هم فعلا یه پا مرد. نه جون تو، هرچی بهش خواستم حالی کنم که زیر پل نره نشد. چرا نری؟
من نمیدونم موضوع سر چیه. اون داره میره اونجا عقب من، یعنی پری. پری رو که اصغر دزدیده نجات بده. منم که نمیتونم بهش حالی کنم، ماشالله همون پریه. هرچی خوندم فایده نداشت، هرچی خواستم بهش حالی کنم اون خنگ خدا نفهمید. گفتی رفتن زیر پل؟ هیچ کس نیست؟ اینجا که کسی نیست. پیاده شین. اومدن. از دختره کو فرار کرد قربون. چی میگی احمق؟ چرا مزخرف میگی؟ هرچی تلفن کردم شما رو پیدا نکردم، واسه همین اومدم اینجا که بگم منتظر نباشی. راستشو بگو مرتی که الا با سابقه ای که از تو دارم به جرم آدم دزدی میرم دست پلیس، هم تو هم اون بزرگوارمو. با سرما که پول بعدمون نمیاد، این دوترم زده و فرار کرده. بابا به پیر به پیغمبر فرار کرد، ما زن به این زبلی نهیده بودی. تو دروغ میگی، لابد یه بلایی سرش آوردی. راستشو بگو چی کارش کردی؟ شایدم کشتینش. مثل این که آیون کرد تشریف دارم. بریم بچه ها بریم. چه آنه چی کارش کرد؟ بریم 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 بریم. I can't see the way through. وحشت کردی آبجی، جونمی به این دست فرمون. گفتم که تصدیق دارم. حالا اینجا رو باش، اینجا رو باش. جفتشون نگاه که چجوری در میرن. حالا یکی باز. ماشالله هست. عجب پسر زرنگیه. واقعا که چه به موقع رسید. باریکلا ماشالله. سلام علیکم. سلام. سلام، خسته نباشید. تو واقعا دوست داشتید. چاکرتون در خدمت قربون. متشکرم ماشالله. قربون شما. چاکرتون هر سه تاشون رو ناکار کرد. مگه نه آقا؟ بریم نموت تعبیری کلانتری بدیم. عجب آدم حق بازیه. آره بریم. الان خدمتش میرسم. من اونو به جرم همدستی در قتل پری تعقیب میکنم. تو نمیه ماشالله؟ نه شما بفرمی قربون. با اجازتون ما یک کار خصوصی کوچولو با یکی از این نعشا داریم که باید انجامش بدیم. نه با ماشالله برمیگرم. نه خانم جون شما هم بفرمی، خواهش دارم. من خودم از عهدهشون برمیام. مطمئن باشید. خب پس اونها رو ببر بنست تو ماشین. بره کلا اطاعت میشه پرویز خان. اطاعت بفرمی خانم. قربونه بگیتون. چاکرم. اینم چک آبجی،
دیگه با خیال راحت میتونیم برگردیم پیش مادر. بیا بخورش ناش لاکردارا. سلام علیکم قربون. توی ماشالله. چی میخوای؟ هیچی قربون، با اجازتون خواستم از خدمتتون مرخص بشم. کجا میخوای بری؟ میخوام برگردم ده پیش مادرم، بیچاره مریضه، مدتی هست که ازش خبری ندارم. تو هم میخوای منو تنها بذاری بری؟ خیلی خب برو، همه تون برین، من احتیاج به هیچ کدومتون ندارم. آخه قربون، چرا ناراحت میشین؟ ما دیگه اینجا کاری نداریم، رفتنیاش باز برن دیگه. بشین ببینم. آخه قربون، تو میگم بشین، به هد اجازه میدم اینجا پلو من بشینی. آره، میخوام یه خورده با هم درد دل کنیم. آخه اینجا جای ما نیست. خب با اجازتون. خیلی تو فکرین آقا، خدایی نکرده کشتیاتون غرق شده. بیمزه. میدونی ماشالله تو که غریبه نیستی، من عاشق شدم. مرگ من؟ خب این که دیگه غم و غصه نداره. خاطرخواهی کی شدی؟ همون پری که نفهمیدم یه دفعه از کجا اومد و یه دفعه هم چطوری غیبش زد و رفت. گرچه خدا کنه هر جا هست سلامت باشه، همون برای من کافیه. و اینطور که معلومه دختر پاک قاپتون رو دزدیده، ولی به نظر ما آقا اون لیاقت شما رو نداشت. از این حرفا نزن، ازت میرنجم. اون زن خیلی خوبی بود، با شخصیت، با گذشت. من کمتر زن مثل اون دیدم. فضولی نباش آقا، حالا مطمئن این که آدم حسابی بود و به درد شما میخورد؟ گفتم آره، چقدر سوال میکنی. ولی شما اشتباه میکنی، اون زن خوبی نبود. صدا تو ببر، گفتم حق نداری از اون بد بگی. آقا ما رانندش بودیم، ما میدونیم اون چی کاره بوده. حرفشو. اون با هزار تا مرد رفیق بود، اون به درد شما نمیخورد، اون زن بدکارهی بود. خفش رو به تو میگم، خفش رو. نه پری، بایسا، بایسا پری، سب کن، خدای تو هریه، من توی منو ببخش. تو منو ببخش پرویز، من نمیخواستم اینطور بشه. خورمه درمالایی، خدایا شکرت که تو رو دوباره پیدا کردم. من از همون لحظه که تو رو دوباره پیدا کردم بخشیدم. من احمقا بگو که تو شب و روز پلو من بودی و من دیوونه وار دنبال تو میگشتم. پرویز، من مجبور بودم، به خدا تمامش از بدبخت. هیچی نمیخواد بگی عزیزم، هیچی. سلام مادر. سلام پرویز جون، حالت چطوره؟ متشکرم. چه عجب. معرفی میکنم مادر، پری همون دختری که با تو صحبتش کرده بودم. آوردم با شما آشنا بشه. سلام. سلام دخترم. مادر، راجع به عموم و دخترش و کلکایی که زده بودن بهتون گفتم. اون پیرسگ فقط قصد خوردن ثروت ما رو داشت. در هر حال پری جون نامزد منه، من اونو دوست دارم، میخوام باهاش عروسی کنم. حالا برای عرض دستبوس اومده خدمتتون. عجب، این خبر خیلی ناگهانیه، من هیچ منتظر این ملاقات نبودم. در هر حال من شما رو با اون تنها میذارم تا با عروستون یک کمی صحبت بکنین و با هم بیشتر آشنا بشین. باشه، برو پسرم. اجازه بکش، معلوم برمیاد. بفرمایین بشینین. به
بشینی. خب تو میخوای زن پسر من بشی ها؟ خانوم من پرویزو خیلی دوست دارم. تو هیچ فکر کردی که با این عمل چه صدمه ای به روحیه و شخصیت اون میزنی؟ ولی من فکر نمی کنم از من عمل بدی سر زده باشه. نه منظورم اینه که ازدواج تو با پرویز به هیچ وجه به صلاح پسرم نیست. یعنی میفرمایی من لیاقت همسری پسر شما رو ندارم؟ نه اینو نمیخوام بگم دختر جون. میدونی جونم طبق وصیت پدر پرویز اگر غیر از دخترموش با کسی دیگه عروسی کنه از ثروت پدرش محروم میشه و اون نمیتونه با تو با فقر و گدایی زندگی کنه. به خاطر پرویز این توهین شما رو تحمل میکنم، ولی خانم من دلم نمیخواد پرویز با فقر و بیچارگی زندگی کنه. باور کنین انقدر اونو دوست دارم که حتی یه لحظه نمیتونم ناراحتی اونو ببینم. آفرین دخترم، باور کن من پسرمو خوب میشناسم. پرویز من به یک زندگی مجلل و مرفه عادت کردیم. اون یک دقیقه نمیتونه با فقر و فلاکت با تو زندگی کنه. اگه اونو دوست داری از اون بگذر، این بزرگترین فداکاریه که در حق اون میکنی. عاشق پرویزم، چطور میتونم ازش بگذرم؟ برای اینکه عشق تو به اون ثابت کنی بذار پسرم تو ناز و نعمت زندگی کنه و مطابق وصیت پدرش با دخترموش عروسی کنه. نه دخترموش دختر بسیار کثیفی، اون اصلا لایق پرویز نیست. اونو پدرش برای بله فهمیدم. من قبول دارم که اونا آدمای بسیار نمک نشناس و پستی هستن، اما چه کنم وصیت پدر پرویز اینه و باید اجرا بشه. تو برای اون ساخته نشدی. آخه چرا؟ چرا؟ بیا این جواهرات خانوادگی ماست، همش مال تو، خودش یه ثروتیه. در مقابل این محبتی که میکنی مال تو. بگیر جون، به شرطی که دست از سر پرویز ورداری و فراموشش کنی. نه خانوم، این جواهرات به درد خودتون میخوره. عشق و محبت بزرگترین ثروت برای منه. من احتیاجی به پول شما ندارم. دختر دیوونگی نکن، خیلی پوله. خوب فکر کن. پول؟ مگه هر چیزی رو میشه با پول خرید؟ نه خانوم، شما اشتباه میکنید. عشق من اصلا شانس ندارم. چرا اینقدر من بدبختم؟ حسن خورجونم دنهای دیگه از عشق و محبت هیچی سرت نمیشه. نه تو خیلی مستی جونی، بس حالتو جا بیارم. یلا پاشو ببینم، زود باش بلند شو. چرا همچی میکنی دیمونه؟ تو باید برفای من گوش بدی، فهمیدی یا نم؟ آره من نمیخوام هیچ کسو ببینم. آره چرا همچی میکنی بی تربیت؟ این دیگه کیه؟ پاشو بزن به چک، اینجا چیزی نمیواسه. زود باش ببینم. شوعد و مزاهم. بلند شو پرویز، بلند شو. برو بلم کن، بذار بخوابم. زود باش بلند شو، لباس ببوش، باید کار دارم دیوونه ی احمق. من با تو هیچ کاری ندارم، برو کن شو. خدا به زورم شده وادارت میکنم که بلند شی. بلند شو ببینم. الان حالت جا میاد، نگاش کن. من اومدم اینجا یه چیزی بهت بگم پرویز، تو اشتباه میکنی. پری دختر خیلی خوبیه، اون حتی از سر تو هم زیادیه. آره پیکار رگ خوب و جواهرات مادرمو به من ترجیح نمیده. اشتباه تو همینجا است پسر. آره یه گیج. اشتباه حالا گوش کن ببین چی میخوام بهت بگم. چی رو میخوای بگی؟ من میدونم اون فقط دنبال پول بود. اون جواهرات مادرت قبول نکرد، مامان جونت بهت دروغ گفته. اون فقط به خاطر تو و آینده تو دست از عشقش کشید. میگی نه؟ بیا بریم از مامان جونت بپرس. سلام پرویز جان، حالت خوبه؟ چی میخوای پرویز؟ عقب چی میگردی؟ دلم واسه جواهرات خانوادگیمون تنگ شده بود، اومدم تماشاشون کنم. من که گفتم اونو... اونو دادی به پری، ها؟ که اونو دادی به پری، پس این چیه؟ باید حدس میزدم که تو به من دروغ میگی، اما حیف که باز گول محبت مادرونه ای تو رو خوردم. راستشو بگو، اون جواهرات قبول نکرد ها؟
نه نه، اون هیچی از من قبول نکرد و برای خوشبختی تو حاضر شد دیگه تو رو نبینه. به من نگاه کن ای بیراه، تو این قلب تو یه ذره عاطفه و محبت پیدا نمیشه. منو ببخش، من فکر میکردم اینطور خوشبختر میشی. برو برو، تو دیگه مادر من نیستی، تو همه چیز تو از دست دادی، حتی منو. همه ی ثروت پدرم مال تو. من با همین یه دست کت و شلوار از خونه تو میرم و دیگه هیچ وقت هم پشت سرمو نگاه نمی کنم. میدونی من فقط احتیاج به یه ذره محبت مادری داشتم که اونم تو از من مزایقه کردی. نه پسرم، نرو، منو تنها نذار، نرو، خواهش میکنم، من بدون تو میمیرم پسرم، نرو. ولی باید صبر کنیم تا هوشنگ بیاد. ما بهش قول دادیم که منتظرش میمونیم. نه من دیگه بیشتر از این نمیتونم صبر کنم. شاید اونم از دوست داشتن تو پشیمون شده. نه نه این درست نیست. هوشنگ حتما میاد. من مطمئنم که اون میاد. آره. سلام. سلام پری جون. گریه نکن پری جان، من همه چی رو فهمیدم. من اومدم پیش تو که هر جا دلت میخواد با هم بریم. تو رو دوست دارم پرویز. فهمیدم که تو چه روح بلند و قلب مهربونی داری. دیگه گریه نکن عزیزم، مادرم حقیقت رو برای من گفت. همه چیز رو میخواد. شم و گل و پروانه و بلبل همه جمعن. ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم. چه عجب ای پرویز خان هوشنگان، با تشریف فرمایی خود کلبه مرا منور فرمودین قربان. مرسی رحمت علی، ما دیگه از اصفهان میریم، میخوایم بریم یه گوشه از این دنیا بدون سرخر زندگی کنیم. با من شوخی نکنم، من آدم خطرناکی هستم. نه نه رحمت جان، نظر پرویز که تو نبودی. نه قربان تو برم، از وقتی که به شما احتیاج پیدا کردیم من پدر سوخته به شما بدهکار شدم، حرمت منم از بین رفته. نه جونم اشتباه میکنی، تو که منو میشناسی، من از اینجور آدم ها نیستم. نه قربان تو برم، حالا دیگه بنده خرم شدم. اگر من پدر سگ خر نبودم اتاق به این قشنگی سه روز تمام بدون کرایه در اختیار دو تا خانم نمیذاشتم. کرایه اونا میدم، بی خودی سر اونا مندت نزار. خب بودید قربان، بودی 15000 تومان بیشتر کف دست من بودید. بودی 15000 تومان؟ بله. مگه دیوونه شدی؟ قیمتش همین است قربان تو برم، یا 15000 تومان میدی به من یا دست جمعی با هم میریم کلانتری واسه ما اونجا روشن میکنیم. تو مام شد رفت. ای نمک نشناس، خاک بر اون سرت. حالا دیگه با من فوش میدین، بنابر این باید 20000 تومان بدین قربان. آره مام شو مرتی که برو. دست با من نزن، من خطرناکم. اسم این چاقو بلگ چغندر نیست، میداد خود نویسم نیست. با مرگ شما ها تکن بخورین فرو میکنم. حالا فهمیدیم اکی طرفین؟ یا پول من میدیم یا میریم کلانتری و از اونجا روشن میکنیم. آدم شاخ در میاره، این مردی که چرا اینطوری شده؟ همینی گاز. باشه بریم کلانتری، بالاخره یه قانونی هست که تو رو سر جات بشونه. باشه دست بچه من زمین. دست به چمدن نزن، اگر کلکی زیر سرتن باشد با چاقو نفر آخری را فرو میکنم. به شما بگم من خطرناکم. دست از ما خطرناک توی حواست جمع کن. دیگه کسی نبود بریم. حواست جمع باشه، دال بدل دنبالتم چاقو به دستم وایسادم. چاقو رو بگیر اون ور، کسی خیال فرار نداره. فرار؟ اگه موضوع فرار باشه من زودتر از همه فراریم جان. برو جانم برو، کسی نبود دیگه بری. زنانه؟ آه آی زنانه چیست؟ پس چی شد تاکسی؟ تاکسی کجا بود؟ پس از اون وقت الان چی کار میکردی؟ تاکسی لازم نیست، من میبرم ایشون. بیا بریم خونه پسرم، عروس خوشگلمم بیار. نه نه مادر،
منو ببخش بخرم، من اشتباه میکردم. زنی رو که تو انتخاب کردی برازنده توه، چون از ثروت و پول به خاطر تو گذشت. به من ثابت شد که واقعا تو رو دوست داره. اون به من درس بزرگی داد پسرم. دل منو نشکن، من غیر از تو هیچ کسو تو این دنیا ندارم. منو ببخش، برگرد خونت پسرم. قبول کن پرویز، قبول کن. قبول کنی مادر؟ باشه میام. سلام. و تو رحمت علی، بله. به خاطر محبتی که به من کردی و پسر و عروسمو نگه داشتی تا من، بله، خودمو برسونم، این سند مالکیت کافر رو به تو میبخشم. امیدوارم دیگه هیچ وقت به هیچ کس بده کار نداشته. ممنون خانم جان. به خدا خانمی از سر کلی شما میباره. منم دیگه خطرناک نیستم، چون به کسی بده کار نیستم. این چاغورم غلاف کردم راحت از بوده. خدا حافظ رحمت. خدا حافظ رحمت. با سلامت. خوش باشید. خدا حافظ. خوش اومدید. وای 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 وای. به خدا سلامت. تو هم از امروز حساب کارت بکن، چون با یک مرد با قدرت طرفی میدنی یا نه، برای اینکه من سند دارم. سند ببین. برو به کارت. اگه با یه تیکه کاغذ آدم مرد میشد که دیگه هیچ مردی قصه نداشت. تو برای من همون رحمتیه، بی ارزه و بی لیاقتی. حواست جمع کن، عوضی حرف بزنی دیگه طلاقه. آقا خالید میکنم. کفشی میکنم. کفشی میکنم.